بسم الله الرحمن الرحیم. گلدان‌های لبخند را در حیات چهره بگذارید، چشم‌هایتان را آب بزنید و پلک‌های خسته را جارو کنید. نان تازه‌ای از سر کوچه نشاط بگیرید و هر صبح بنشینید، عشق بخورید، چای بنوشید و به خداوند و همه دنیا سلام کنید. آهای عالی جنابش، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش. سلام، حالتون چطوره؟ از نون و عشق و چایی حرف زدیم، یادی کنیم از اون با صفایی که نون و پنیر آماده میکرد و میذاشت دم مغازه تا مردم بزنن به بدن و شارژ بشن. دمت گرم، با مرام، با وفا، با صفا، که خیلی عشقی. همین کارو اگه یکی از اون وراب انجام میداد همه دهنشون وا میمون. گفتیم شما هم این خبرها رو پخش کنی تا دهن اونا وا بمونه. آقای برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفته که آزمایش‌های موشکی ایران فتوشاپه. البته مشکل از اینا نیست، مشکل از موشکای ماست که عقل و فکرشون رو ریخته به هم. ما موشکای بلند مدت. موشکای چی؟ ما موشکای بلند مدت. موشکای گنده دراز. چی الان؟ دراز موشکای دراز مدت. قرض و لسنه. موشکای دراز بلند. بله، مشغول زدن شهرها هستن. یا مثلا این یکی که کلن رد داده با اون موشکای خیالی خودت که بیشتر به یک حلبی شباهت داره تا به یک موشک واقعی. آقا موشکای ما فتوشاپن، قبول. موشکای بلند مدتن، اینم قبول. اصلا موشکای ما حلبیان باشه، هرچی شما بگین، ولی هرچی که فتوشاپ باشه، سربازای شما که دیگه فتوشاپ نبودن، لعنتی ها. جمهوری اسلامی ایران مسئول کشته شدن بیش از 600 سرباز آمریکایی در عراق است. عموی کلن داری اشتباه میزنی ها، مثل وحشی ها رفتین عراق و بعد که دست از پادراز سر انداختنتون بیرون، ما باید جوابگو باشیم. یعنی ما جوابگو باشیم که چرا شما به ژاپن حمله اتمی کردین؟ این که شما به هواپیمای مسافربری ما حمله کردین، ما باید پاسخگو باشیم. آیا یعنی کاکتوس اگه اعتماد به نفس شما رو داشت سالی سه بار هلو میداد؟ دولت آمریکا باید توانایی دفاع موشکی خود را افزایش دهد که این به معنی افزایش برنامه‌های آزمایشی و استقرار رهگیرهای بیشتر در خاک کشور است. تا اینجاش مشکلی نداره. بالاخره کشورشون دیگه میگه باید موشکم داشته باشیم. اما این که میگن ایران نباید داشته باشه، میرن روی اعصاب. برنامه موشکی ایران از اصلی ترین عوامل افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه است که ریسک مسابقه تسلیحاتی را در منطقه افزایش می‌دهد. ایران باید فوراً فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را متوقف کند. آقایون خانوما، کسی عصبی نشوا، حالا این یه حرفی زد، کسی خیلی بهش توجه نکنه. بله، اصلا میخواین بریم یه چیزی ببینیم تو حال و هوامون عوض شه؟ بریم آقا، بریم. همیشه لباسم هم اینجوریه، کت شلوار و اینا هست، و یا وقتی که لباس کردی بپوشم، لباس کردی میپوشم. بله، یعنی ما هر وقت میایم بیرون از خونه، میایم بیرون از خونه. یعنی ما هر وقت لباس سفید میپوشیم، لباس سفید میپوشیم. یعنی خودشون هم میدونستن که مغزشون در حد کلمه، برای همین اسم شبکه رو گذاشتن کلمه دیگه. کلمه. جا داره یه سلام و خسته نباشید عرض کنیم خدمت کارشناس شبکه من و تو که موندیم الان میخواد دقیقاً از حقوق کیا دفاع کنه. با شادی امین، پژوهشگر حوزه جنسیت، فعال حقوق زنان، به بررسی همین موضوع میپردازیم. فعال حقوق زنان؟ این الان فعال حقوق خانوماست یا فعال حقوق تعمیرکارای ماشین سنگین؟ وقتی زنان حجاب سر برمیدارن، یعنی لااقل نیمی بله. از جامعه، بخش زیادیش مخالف جمهوری اسلامی است، مخالف در واقع این اجبار هست. باشه بابا باشه، اصلا کلن خانومای ما دشمن خونی رژیم. خوب الان راضی هستی یا نه؟ نه اگه نیستی تعارف نکنم، ولی سرکار علیه دفاع کننده از حقوق پایمال شده یه خانوما، حداقل لباس تو، مدل موهاتو، یا دست کم عینک تو زنونه انتخاب میکردی که معلوم باشه داری از حقوق کیا دفاع میکنی.
یه خسته نباشین هم عرض میکنیم خدمت شبکه بی بی سی. نوشته که فوتبالیست سوری که نماد قیام علیه بشار اسد شده بود درگذشت. جون به جونتون کنن انگلیسی دیگه، همیشه یه جای ماجرا رو نمیگین، یعنی مثلا نمیگین که طرف داعشی و قاتل زن و بچه مردم بوده. جوری که شما مردم رو گول میزنید این خلبانه گول نزده. نو و کماکان خسته نباشید میگیم خدمت کارمندای بی بی سی که روزای قبل جوری از قدرت آمریکا و جنگ میگفتن که خودشون هم ترسیده بودن. ابراهام لینکلن یکی از قدرتمندترین ناوهای جنگی آمریکاست. ناوگروه ابراهام لینکلن حامل ده‌ها هواپیمای جنگی و هزاران سرباز است. آمریکا گفته قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و تأکید کرده تا ایران رفتارش را عوض نکند به تحریم ها علیه این کشور ادامه خواهد داد. گفتیم خب حالا اینا کجا میخوان بیان دقیقاً؟ امروز مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت اعزام ناوگروه ابراهام لینکلن به خلیج فارس واکنشی به افزایش تحرکات ایران در منطقه است. هی منتظر موندیم نیومدن، دوباره منتظر موندیم هیچ، هی این طرف اون طرف چیزی ندیدیم. با تعجب گفتیم کجا این پس، هی میایم چی شد پس؟ ناو ابراهام لینکلن برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران علیه منافع آمریکا خوانده می‌شود به آبهای خلیج فارس نرفته و در دریای عرب لنگر آورده. این همه تو بوقو کنا کردین که اینا دارن میان و اگه بیان چی میشه و جنگ میشه و پوستتون رو میکنن و فلان و اینا. این بود الان. درسته که دارید الان به این بچه میخندید ولی باور کنین حال و روز آمریکا دقیقاً شبیه همین بچه است. گفتیم حالا چرا نیومد خلیج فارس؟ گفته میشود این گامی برای کم کردن تنش در رابطه ایران و آمریکا بوده. بابا شما اگه میخواین تنشا خیلی کم بشه اصلا چرا اومدین این طرفا که تنش درست کنین؟ اگه خیلی مایلین تنشا کم شه دنده عقب بگیرید و بزنید به چاک، تنشا خود به خود کم میشن. پیام ما این است که ما اینجا حضور داریم و آماده ایم، کاملا آماده، تمرین کافی داریم و در صورت لزوم آماده هر اقدام نظامی. آقای در صورت لزوم، شما نمیخواد آماده جنگ باشی، شما دستمال تو جیبات باشه که اومدی دماغتو با آستینت پاک نکنی. آراسی با خودت منچی کوبلنی چیزی بیار که مثل رفیقات حوصله‌ات سر نره. به نظرم جنگ با ایران اتفاقی به مراتب بدتر از جنگ با عراقه و امیدوارم که مردم آمریکا به این دولت بگن که ما به جنگ با ایران نمیریم. آقای هماهنگی با خودتون بکنید که میاید یا نه، وقت ما رو هم نگیرین. نظر سنجی که اعلام کرده بود که آمریکایی‌ها یکی از پر استرس ترین مردم دنیا هستن. شما فکر کن ما هنوز کاری نکردیم و هنوز جنگی در کار نیست، اینا این همه استرس دارن. راهپیمایی روز قدس رو تو ایران یه جوری سانسور کردن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. این هیچ. اما جالب اینجاست که مجبورن راهپیمایی روز قدس توی لندن هم یه جوری سانسور کنن. امسال البته نسبت به سال گذشته جمعیت قضاکنندگان روز قدس کمتر بود. یعنی با دوربین رفتی تو صورت طرف و بعد میگی اینا از سال قبل کمترن. اینجوری که دارید پیش میرید سالای بعد راهپیمایی روز قدس رو تو خود بی بی سی هم باید سانسور کنین. خب رسیدیم به آخرهای برنامه، منتظرتون هستیم مثل همیشه تو فضای مجازی به ما سر بزنید و حرفاتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتون.